به نام خدا. سلام، عرض به خدمت شما که دوستان چیزه در مورد فیلم و جزئی جلسه قبل من هنوز اون رو آپلود نکردم، انشالله امروز با فیلم و جزئی امروز آپلودشون میکنم و سعی میکنم که برسونم اینو تا یادم نرفته خدمتتون بگم و وارد درس بشیم. عرض به خدمتون، من امروز میخوام راجع به روش های انتگرال گیری صحبت کنم. در حقیقت اتفاقی که میفته اینه که ببینید بچه ها، ما برای حالا در حقیقت مهمترین قضیه که داریم برای انتگرال گرفتن، در حقیقت قضیه اساسی حساب دیفرانسیل انتگراله. یه مروری به این قضیه بکنیم اولش، امروز یه صحبت کوتاهی راجع به این قضیه بکنیم و بعد وارد این قصه‌های روش های انتگرال گیری بشیم، ببینیم که چجوری میتونیم انتگرال گیری کنیم، با چالشاش آشنا شیم و سعی کنیم یه مقدار انتگرال گیری کنیم. ببینید، این قضیه اساسی حساب دیفرانسیل انتگرال بود که میگفت که اگه یه بازه شامل نقطه آ باشه و اف یه تابع پیوسته از آی به آر باشه، اون وقت ما میتونیم یه تابع جدید تعیین کنیم مثل اف بزرگ ایکس. خب من میدونم چون اف کوچیک یه تابع پیوسته است، در حقیقت انتگرال پذیره و من میتونم تابع اف بزرگ ایکس رو تعریف کنم انتگرال آ تا ایکس اف تی دی تی، بذار هر ایکسی توی این بازه. اون وقت قضیه اساسی حساب دیفرانسیل انتگرال میگه این اف که اینطوری تعریف میکنیم روی بازه آی مشتق پذیره و مشتقش هم میشه اف کوچیک ایکس. و در حقیقت قسمت دومش هم اینو میگه که میگه اگه جی تابع دلخواهی باشه که جی پرایم ایکس بشه اف ایکس، این مشتقش بشه اف ایکس، که در چنین شرایطی به جی میگیم یه تابع اولیه برای اف، اون وقت انتگرال آ تابع اف ایکس دی ایکس میشه جی بی منهای جی آ. و در حقیقت این جی رو یه انتگرال نامعین برای اف هم میدونیم. ما جلسه قبل راجع به اثبات قسمت اولش صحبت کردیم، دیدیم که اگه من بخوام اف بزرگ ایکس ولوش منهای اف ایکس رو ببینم، در حقیقت اف ایکس ولوش میشه انتگرال آ تا ایکس ولوش اف، یعنی مساحت این ناحیه، و اف ایکس میشه انتگرال آ تا ایکس اف، یعنی مساحت این ناحیه. بنابراین اختلاف این دوتا میشه مساحت این ناحیه، که وقتی اش خیلی کوچیکه این ناحیه تقریبا یه ناحیه مستطیلیه به ارتفاع اف کوچیک x و عرض h. بنابراین اگه من این اختلاف رو تقسیم بر h کنم، تقریبا f کوچیک x رو دست میارم. وقتی h به سمت صفر این دقیقا به سمت f x پیش میره و در حقیقت حدش میشه حد f x برش منهای f x تقسیم بر h میشه خود f x. اوکی، پس در حقیقت این اثبات قسمت الفش بود. قسمت بش رو من راجع به صحبت نکردم ولی شروع کردیم ازش استفاده کنم، ولی قسمت بش هم خیلی ساده است. فرض کنید که من یه تابعی مثل جی داشته باشم که مشتقش بشه اف کوچیک. خب همین الان دیدیم که اف کوچیک مشتق اف بزرگی که تعریف کردیم هم بود. برای من این معنیش اینه که مشتق به جی و مشتق به اف با هم برابرن، یا معادلن جی منهای اف پرایم میشه صفر، و حالا که جی منهای اف پرایم میشه صفر، پس یه سی وجود داره که جی منهای اف میشه سی. خب من یه تابعی دارم که روی بازه مشتقش صفره. دقت کنید که از اینکه آی بازه است دارم اینجا استفاده میکنم. خب و چون یه تابعی دارم که مشتقش صفره روی بازه، من یه تابع باید ثابت باشه، جی منهای اف باید یه تابع ثابت سی باشه. برای من جی بی منهای جی آ رو اگه حساب کنم میشه اف بی به علاوه سی منهای اف آ به علاوه سی، یا همون اف بی منهای اف آ. اف بی هم که بود انتگرال آ تا به اف ایکس دی ایکس، اف آ هم که بود انتگرال آ تا آی اف ایکس دی ایکس، که اینم صفره دیگه. پس این صفره، حد میکنیم میشه خود انتگرال آ تا به اف ایکس دی ایکس طبق اون چیزی که گفتیم. بنابراین در حقیقت ما میگیم انتگرال اف ایکس دی ایکس، دقت کنید که این انتگرال نامعینه، یعنی من اینجاها کران نذاشتم، هیچ چیزی این بالا و پایین نیستش. انتگرال اف ایکس دی ایکس رو میگیم هست جی ایکس به علاوه یه ثابتی. در حقیقت اتفاقی که میفته اینه که شما انتگرال نامعین یه تابع همیشه در حد جنبای ثابت تعریف میشه. یعنی اولا اگه یه تابع پیدا کنید که در حقیقت تابع اولیه باشه، با هر عدد ثابتی جمع کنید کم کن تابع اولیه میمونه،
و هر تابع اولی هم همیشه در حد جنبای ثابت به دست میادش. من اینشو نوشتم انتگرال معین، انتگرال نامعین. به این میگیم انتگرال نامعین. خب ممنون از دوستانی که تذکر دادن. پس به این میگیم انتگرال نامعین، به دلیل این که میگم اینجا اگه دقت کنید من کرانها رو ندارم از کجا تا کجا. خب ببینید بچه ها، اتفاقی که افتادش اینه که من در حقیقت این مهمترین ابزاریه که من به کمکش میتونم انتگرال حساب کنم. منتها نکته ای که وجود داره اینه که این به من مثل چیز، مثل مشتق قاعده نمیده. ببینید اگه یادتون بیاد ما یه سری قواعد مشتق گیری داشتیم، مثلا میگفتیم مشتق جمع میشه جمع مشتق و مشتق ضرب فلان میشه، مشتق تقسیم میشه، مشتق ترکیب اینطوری میشه. خب در مورد جمع انتگرال هم خوب میشه جمع انتگرال ها، ولی در مورد ضرب و تقسیم و اینا دیگه من یه چیز ترتمیز مثل مشتق ندارم بگم آقا مثلا انتگرال اف جی میشه مثلا فلان انتگرال بر حسب و فلان انتگرال بر حسب جی، همچین چیزی ندارم. به خاطر همین ما اینجا به جای اینکه قاعده انتگرال داشته باشیم، روش‌های انتگرال گیری داریم. یعنی یه ابزارهایی داریم که سعی می‌کنیم با این ابزارها یه جوری با یه تو سر خودمون زدنی انتگرالا رو حساب کنیم. در حقیقت ببینید، فرض کنید که من اولین چیزی که میخوام شروع کنم امروز باش تغییر متغیره که ربط به ترکیب توابع داره. معنیش این نیست که من انتگرال ترکیب توابع رو میتونم حساب کنم، ولی ربط به ترکیب توابع داره. ببینید قضیه تغییر متغیر برای انتگرال چی میگه؟ میگه فرض کنید که آی باز است. خب حالا اگه بازم نباشه یه جوری قابل حله، خیلی الان وارد جزئیاتش نمیخوام بشم، تقریبا همه این حرفا که میزنیم درسته، ولی فعلا فرض کنید آی باز است و یه تابع جی داریم از آی به آر مشتق پذیر و یه تابع اف داریم که رو برد جی مشتق پذیره. خب من میخوام چون ترکیب اینا رو در نظر بگیرم، اف رو فرض میکنم که روی برد جی مشتق پذیر. خب در حقیقت اگه یکی به من بگه انتگرال اف پرایم جی ایکس ضرب در جی پرایم ایکس دی ایکس رو حساب کن، اتفاقی که میفته اینه که من f پرایم g x زد g پرایم x رو میشناسم چه این دیگه، این در حقیقت f او g پرایم x دیگه. خب این مشتق f او g دیگه، این چیزی که اینجا نوشتم. برام طبق چیزی که گفتیم این انتگرال نامعین میشه f او g به علاوه یه ثابتی، اون ثابت هم دلخواهه، هر چیزی خودمون دلمون خواست میتونیم بذاریم. این در حقیقت چیزیه که من بهش به کمکش تغییر متغیر انجام میدم. حالا دقیقا تغییر متغیر نیست، ولی حالا در حقیقت بهش میگیم تغییر متغیر. و اتفاقی که میفته اینه که اگه من جی ایکس رو اسمشو بذارم یو، برای اینکه یه بار دیگه ببینیم اینو چجوری میتونیم بازنویسی کنیم، در حقیقت من اسم جی ایکس رو بذارم یو، الان دی یو به دی ایکس همون جی پرایم ایکس دیگه. یعنی معادلا من میتونم اینطوری نگاه کنم. دقت کنید که ما توی مشتق گیری از ترکیب توابع اون حرفی که قبلا زده بودیم که یعنی مثلا مثل رفتارش مثل ساده کردن دی ایکس با هم خوب درست جواب میده. خب اگه یادتون باشه من اگه با از ایکس میرفتم به یو، از یو میرفتم به وی، این با جی، این با اف، اون وقت دی وی به دی ایکس رو میتونستم بنویسم دی وی به دی یو ضرب در دی یو به دی ایکس. خب این یک رفتار ساده شدن طوری پیدا میکرد قضیه ترکیب توابع. من از این میتونم اینجا تو این نمادگذار استفاده کنم و این نشون میده نمادگذار چقدر کمک میکنه. دقیقا الان دی یو به دی ایکس که از جی پرایم ایکس، انگار من میتونم دی یو رو بنویسم جی پرایم ایکس ضرب در دی ایکس. خب یعنی دی ایکس رو انگار تو دو طرف ضرب کردم. خب این دی یو رو میتونستم به جی پرایم ایکس دی ایکس. برای من این چیزی که من اینجا بالا نوشتم اف پرایم جی ایکس ضرب در جی پرایم ایکس دی ایکس، در حقیقت این قسمت اولش رو که نوشتم خود اف پرایم جی ایکس، این با صورتی نوشتم ضرب در جی پرایم ایکس دی ایکس. جی پرایم دی ایکس همین چیزی بود که الان به دست بودی که میشه دی یو. خب
و این میشه f و خود g x هم که u بود، برای من این میشه f پرایم u، برای من میشه انتگرال f پرایم u du. خب که انتگرال f پرایم u du همون f u به علاوه c یا f او g x به علاوه c. این چیزی که من پایین نوشتم یک بازنویسی این رابطه بالاست، منتها ما خیلی وقتا خوشحالتر میشیم از این نحوه نوشتن استفاده کنیم. حالا الان جلوتر تو مثالا میبینیم این دو تا چیزی که من نوشتم با هم معادل، هیچ فرقی نداره، ولی الان میبینیم که تو نوشتن یه موقعهایی استفاده از این روش پایین بهتر. بریم یه سری مثال بزنیم. فرض کن به من گفتن که انتگرال x تقسیم بر x دو به علاوه 1 dx رو حساب کنیم. خب عرض به خدمت شما که من برای اینکه این کارو بکنم، ببین میگم من مثلا با تقسیم و اینا مشکل دارم، این که تو تغییر متغیر چی و یو بگیریم و اینا، اینا یه چیزاییه که به مرور زمان و با تجربه به دست میاد. دقت کنید که من چیزی که به عنوان تو اینجا دارم میگیرم به عنوان یو، بعداً مشتقش در دی ایکس رو باید ببینم یه جایی. بنابراین من خوبه یه چیزی بگیرم که مشتقش در دی ایکس وجود داشته باشه که تو روش تو انتگرال گیری بتونم راحت ازش استفاده کنم. به عنوان مثال الان نها کنیم من x دو به علاوه 1 تو مخرجه، خب و مشتق x دو به علاوه 1 از حالا میشه 2x یا از جنس xه، خب و من x dx رو تو صورت دارم، برای من در حقیقت میام u رو میگیرم x دو به علاوه 1، نتیجه اینه که du به dx میشه 2x 2x یا معادلن du میشه 2x dx. خب برای من انتگرال x تقسیم x دو به علاوه 1 dx رو میتونم بنویسم 1 دوم 1 تقسیم بر x دو به علاوه 1 ضرب در 2x dx. دقت کنید که 1 دوم ضرب و تقسیم کردم، این 1 دو ضرب و تقسیم کردم، این دو تا دو با هم ساده میشه، این همون بالایی است فهمم هم باز نویسی کردم. خب x دو به علاوه 1 که u بود که میخواستم، خب 2x dx هم که du من بود، برای من این چیزی که من الان اینجا دارم میشه 1 تقسیم بر 2u du. خب ببین من وقتی اینطوری نوشتم، میگم از این نوشتن روش پایین گفتم که ترتمیزتر معمولا حساب میشه، پس این میشه 1 تقسیم بر 2u du و خب 1 تقسیم بر 2u یعنی 1u اومو که من میدونستم انتگرالش میشه ln قدر مطلق u، ln قدر مطلق u مشتقش میشد 1u اوم دیگه، پس 1 تقسیم بر 2u انتگرالش میشه 1 دوم ln قدر مطلق u به علاوه c. اوکی در حقیقت پس این چیزی که اینجا داشتم میتونم اینطوری بنویسم، حالا به جای قدر مطلق یو میام مقداری که بر حسب ایکس داشت و مینویسم، خب که میشه ln قدر مطلق ایکس دو به علاوه 1 که خب قدر مطلق ایکس دو علاوه 1 چون ایکس دو علاوه 1 همیشه مثبت میشه خودش میشه 1 دوم ln ایکس دو علاوه 1 به علاوه یه ثابتی. اینم که ln قدر مطلق یو چرا، دقت کنید که ln یه تابعی که رو اعداد مثبت تعریف میشد، خب و هم رو اعداد مثبت مشتق ln خود یک x اون بود، رو اعداد منفی ln منفی یه x میشد دوباره یک x اون. برای من یک ln قدر مطلق می‌نویسم، ببینید اگه توی محاسبه مشتق ببینید من اینو نوشته بودم. پس ببینید من کاری که کردم چی بود، من اولش اومدم یه چیزی رو حساب کرد، نگاه کردم که اینو به عنوان u در نظر میگم یا به عنوان g x در حقیقت. خب این u که من داشتم g x بود دیگه. خب من گفتم u رو فرض میکنم x دو به علاوه 1، بنابراین مشتق u نسبت به x میشه 2 x یا معادلن du همون 2 x dx میشه. خب حالا اومدم انتگرالمو نگاه کردم، من میخواستم انتگرال x تقسیم x دو به علاوه 1 dx رو حساب کنم، یه دو ضرب و تقسیم کردم که این 2x dxی که مشتق این du بود ایجاد شه، یک تقسیم x دو به علاوه 1 هم که خودش رو نوشتم، این دو هم که این دو ساده میشه همون، یعنی در حقیقت اینو نگاه کنیم همون x تقسیم x دو به علاوه 1 دیگه. این چیزی که اینجا تو مخرج دارم که خود uه، من u رو اینطوری تعریف کرده بودم دیگه. خب 2x dx هم که در حقیقت duه. اوکی بنابراین این چیزی که من اینجا دارم میشه 1 تقسیم بر 2u، این چیزی که اینجا نوشتم به جای 2x dx هم نوشتم du. خب پس این میشه 1 تقسیم بر 2u du و من خب 1 تقسیم بر 2u رو میدونم در حقیقت مشتق
یک دوم ln قدر مطلق u. حالا به جای u خود x تو علاوه 1 رو میذارم، میشه ln قدر مطلق x تو علاوه که میشه ln x تو علاوه 1 به علاوه ثابتی. و دقت کنید که من تو انتگرال نامعین معمولا این عدد ثابت رو میذارم. دقت کنید که من گفتم انتگرال نامعین در حدی عدد ثابت مشخص میشه، که من هر عدد ثابتی جمع کنم یا تفریق کنم نتیجه همون میمونه. آرمان زاده محمدی بفرمایید. سلام استاد، خسته نباشید. سلام، بفرمایید. اصلا میخواستم فقط بپرسم ازتون که آیا روش رو درست متوجه شدم. شما آمدین یه یو حالا انتخاب کردیم، بعد مشتقش رو حساب کردیم، بعد کاری کردیم که تو رابطه اصلی اون به وجود بیاد، درسته؟ چیز رو جایگذاری نکردیم. نه، یعنی پس در حقیقت حالا گذاشتم به وجود بیاد، میتونستم اینطوری کنم. یعنی من در حقیقت بذارید اینو اینطوری هم میتونم بنویسم. من انتگرال رو میتونم اینطوری بنویسم، انتگرال x تقسیم بر x2 به علاوه 1 dx. خب الان اینو جایگذاری کنم، x رو خودشو می نویسم فعلا، x رو علاوه 1 که u r هم می نویسم، dx هم از این رابطه من می دونم که هست du تقسیم بر 2x دیگه. خب بله، برای من اینم می تونم بنویسم du تقسیم بر 2x. اوکی، اینم دوباره خودش به من یک دوم یک تقسیم بر 2u du رو میده. آها، خب میتونستم اینطوری بنویسم، این دو تا با هم فرقی نداره. یعنی من در حقیقت حالا اینجا چون از اولش دورخیز کرده بودم یه چیزی بگیرم که مشتقش رو ببینم، میدونستم x 2x dx رو بگم، ولی لازم نبود از اول حساب کنم. اینو اگه مینوشتم هم این ساده میشد. و اگه اینو یه چیز بدی انتخاب کرده بودم، اینکه من اینو x دو به علاوه 1 انتخاب کرده بودم نه x به علاوه 1، برمیگرده به اینکه یواش یواش تو تجربه و اینا باید این آدم یاد بگیره. اوکی، خیلی ممنون استاد. آره، ببینید بچه، چند تا از دوستان پرسیدن از کجا باید بفهمیم چی و باید چی بذاریم. اگه یه چیز ترتمیز داشت که از کجا باید بفهمیم چی بگیریم، بهش میگفتیم قاعده، نمیگفتیم روش. خب قاعده نکتهش اینه که یه چیز اتوماتیکه، روش در حقیقت یه چیزیه که میگه آقا تو اینجوری برو ببینیم، حالا انشالله به جواب میرسی. خب در حقیقت این که من x2 به علاوه 1 رو بگیرم نه x2 نمیدونم اینا برمیگرده به تجربه انتگرال گیری و فقط و فقط با حل مثالهای زیاد به دست میادش. خب یعنی اگر که شما چیزای مختلف رو استفاده نکنید، هی مثال حل نکنید، یعنی مثلا این میگم خب خیلی متداوله که من وقتی مثلا مخرج یه توان دوی x دارم، صورتم یه x دی x دارم، مثلا یه همچین چیزی معمولا اتفاق خوبی براش میفته. خب اینا چیزایی که میگم به مرور زمان با تجربه به دست میارید و فقط هم همینه، باید با مسئله زیاد حل کردن به دست بیارید. اینطوری نیستش که یه فرمول داشته باشه بگه فلان اتفاق افتاد بهمان کارو بکن. به خاطر همینم من امروز میخوام چند تا هی مثال بزنم که ببینیم چه اتفاقی میفته. مثلا بذارید همین مثال رو من یه بار دیگه چیز کنم، ببینم x2 رو بگیرم ببینم اتفاق خوبی میفته یا نه. یعنی به جای اینکه الان من یورو x2 به علاوه 1 گرفتم، بذارید ببینیم که اگر که یورو x2 بگیریم هم اتفاق خوبی میفته یا نه. خب عرض به خدمت شما، مثلا بگیم یورو x2 بگیریم، نتیجه اینه که du به dx باز میشه 2x، یا معادلن dx میشه du تقسیم بر 2x. خب الان من بخوام انتگرال x تقسیم بر x2 به علاوه 1 dx رو حساب کنم، این میشه انتگرال. حالا دوست داشته باشم میتونم الان x هم باز به x دو علاوه یک چیز خوبی میشه، ولی فعلا نگرش میدارم، میشه x تقسیم بر u به علاوه 1، به جای dx هم که میذارم du به تقسیم بر 2x. خب دوباره x با هم ساده میشه، میشه du تقسیم بر انتگرال du تقسیم بر 2 برابر u به علاوه 1. خب و این دوباره در حقیقت میشه یک دوم ln قدر مطلق u
به علاوه یک به علاوه یه ثابتی، که خب دقت کن که ln قدر مطلق u به علاوه یک که بذاره میشه یک دوم ln x دو به علاوه یک به علاوه سی. خب در حقیقت الان باز دوباره به همون جواب رسیدم، یعنی جواب با جواب قبلی فرقی نداره، ولی خب این دفعه مثلا یو رو یه چیز دیگه گرفتم. منتها دقت کنید که من وقتی دارم تغییر متغیر میدم، یعنی این اولی رو به این دومی ترجیح میدم، به خاطر اینکه من ترجیح میدم وقتی تغییر متغیر میدم تا حد امکان رابطم ساده بشه. ببین من الان باز تو مخرجم اینجا وقتی یو رو ترکیب کردم یو به علاوه یک بود، ولی اینجا شد خود یو و توی تعریف دیو که هیچ فرقی نداشتش. بنابراین در حقیقت اتفاقی که میفته اینه که من فرقی نداره که این x2 به علاوه 1 رو بگیرم یا x2 جفتش به یه جوابی میرسه. و اینجا هم که قدر مطلق نذاشتم دقت کنید، گفتم دیگه x2 به علاوه 1 مثبته، من لازم نیست قدر مطلق بذارم. دوستانی که یادشون نمیاد چرا این ln قدر مطلق میشه انتگرال 1x، اینو بی زحمت برن از درس‌های گذشته ببینن دیگه. در حقیقت تو درس‌های گذشته ما یکی از مثالامون صریحا اینو حساب کرده بودیم که ln قدر مطلق x مشتقش میشه یک ایکس. خب عرض به خدمت شما که بریم ادامه بدیم، من فقط یه سه کوچولو به بچه ها بگم. به این یکی از دوستان گفته که ln u میشه u پرایم به u. خب من توضیح بدم چون چیز کنم، میگن که مگه نگفته بودی که ln u مشتقش میشه u پرایم به u؟ چرا؟ وقتی که این مثلا دی به دی ایکس باشه، که اون وقت در حقیقت اینطوری باشه که دی به دی ایکس ln یو ایکس میشه دی به دی ایکس یو تقسیم بر یو. وقتی دی به دی ایکس، خب ولی دی به دی یو ln یو میشه همون یک یو. و الان من دقت کنید که دارم دی یو نگاه میکنم، به خاطر اینه که خود ln شد. خب اینو یه نکته بود که یکی از دوستان گفت و نکته خوبی بودش. حالا درسته یه اشتباه کوچیکی کرده بود، ولی خب خیلی نکته خوبی بود که حواستون جمع بشه. دقت کنید که من اینجا دارم دی یو نگاه میکنم نه دی ایکس. خب بریم یه مثال دیگه بزنیم. بریم مثلا انتگرال سینوس سی ln x تقسیم بر x رو بگیریم dx، ببینیم این چی میشه. ببینیم بچه ها اینجور مثال ها، حالا میگم اینا هم هیچ کدومش قاعده نیست، یه چیزاییه که شروع کنیم دستگرمی. ببینیم من وقتی ترکیب دوتا تابر میبینم که این دوتا تابه جفتشون تابایه یه ذره خز و خیل و درد سرداری هم، یه موقعی خوشحال میشم که خب اون تابه توییه رو یه اسم جدید براش بذارم و از شرش خلاص شم. خب الان ترکیب سینوس و ln واقعا خب چیز پیچیده ایه. خب من میام این سه تا ln x رو اسمشو میذارم u، ln x هم نمیذارم که دوباره این سه u درات، خود سه برابر ln x رو میذارم. ln x هم بذارید هیچ فرق نه، نتیجه همینه. فقط این کار میکنم که دیگه یه ذره راحت تر برم جلو. خب پس اگه من اسم سه ln x رو بذارم u، برای من دی u به دی x من میشه سه x. خب و در حقیقت من اتفاقی که میفته اینه که خب الان سینوس سی ln x تقسیم بر x دی x رو که بخوام حساب کنم، این میشه سینوس سی ln x یه تقسیم بر 3 ضرب در 3 میکنم که سی x هم دی x در حقیقت بر من ایجاد بشه، که اون سی x هم دی x خود دی یو من بود دیگه. اینو میتونم اینجوری بنویسم، میتونم هم دی x رو جایگذاری کنم. بذارید این دفعه اصلا دی x رو جایگذاری کنم که با به نظر نیاد یهو خیلی دارم شعبده بازی میکنم. خب پس این میشه سینوس سی ln x تقسیم بر x، به جای دی x هم میذارم x دی u تقسیم بر 3. در حقیقت دی x مساویس با x دی u تقسیم بر 3. خب اینو اینجوری جایگذاری میکنم. الان خب سه ln x هم که خود چیزه، سه ln x هم که خود u بود، برای من این میشه سینوس u. این دوتا x با هم ساده میشن، سینوس u سوم ضرب در du به من میده.
یعنی سینوس یو سوم دی یو، انتگرال سینوس یو سوم دی یو به من میده. خب سینوس یو رو که من میدونم انتگرالش چیه، منهای کوسینوس یو، پس میشه منهای یک سوم کوسینوس یو به علاوه یه ثابتی، یا معادلا منهای کوسینوس سلن ایکس سوم به علاوه یه ثابتی میشه در حقیقت این انتگرال نامعینی که میخواستم. خب دوستان به صورت مرتبه میپرسن اینا چجوری به ذهنمون برسه، تجربه تجربه تجربه. در حقیقت این بخش انتگرال تا الان اگه مثلا توی مخصوصا روش های انتگرال گیری، اگه تو قسمت های دیگه درس مثلا به ازای یه ساعت درس یه ساعت تمرین حل میکنین، توی این روش های انتگرال گیری به ازای یه ساعت درس باید 6 ساعت تمرین حل کنید و این سخته. ولی میگم خب به مرور زمان تو تجربه دقت کنید که من آخر میخوام دی ایکس رو به جاش دی یو بذارم، برای من اینکه یه چیزی داشته باشم که دی یو فرمش خوب دراد خیلی خوشحال کننده میشه برای من. اوکی. یکی دیگه از دوستان پرسیده این همه وقت از کجا بیاریم؟ حرفتون درسته، منم خیلی درکتون میکنم، واقعا این همه وقت نمیدونم از کجا بیاد، جوابشو نمیدونم. و من حالا علاوه این که استاد درس ریاضی عمومی هم هستم، در حقیقت چیزه، در حقیقت استاد راهنمای ورودیای جدید دانشکده علوم ریاضی هم هستم، یکی از اساتید راهنماشون هستم و خب میدونم که بچه‌ها واقعا فشار روشونه، میدونم که کار زیاد دارن. خودم به عنوان استاد درس ریاضی عمومی گفتم بابا این همه درس توی این مدت زیاده، به دانشگاه هم گفتم، همه چیو گفتم، و ولی دانشگاه است که راجع به ماجراها تصمیم میگیره، من نمیتونم کاری بکنم. یعنی من تا جایی که میتونم با سرعتی که فکر میکنم شماها هنوز متوجه میشید درسمو بدم. متاسفانه اینجور جاها رو نمیتونم بگم خارج از گزینشه، در گزینش میتونم باهاتون همکاری کنم، ولی به خاطر اینکه اینجور چیزا چیزایی که خیلی جدی تو درس بعد از این باید استفاده کنید و آخر سر که ما یه نمره میدیم اون نمره معنا داره، ولی به دانشگاه داریم التماس هم میکنیم که بابا درک کنید بچه‌ها خیلی شرایط سخت دادن، اگه میشه راه حلی بدید، نمیدونم یه کمکی بکنید. ولی خلاصه میخوام بگم درکتون میکنم، ولی منم یه آدمی مثل شما، همونطوری که شما مجبورین اینا رو یاد بگیرید، منم مجبورم اینا رو درس بدم و متاسفانه خیلی کاری نمیتونم بکنم، علیرغم که خیلی درکتون میکنم. من تصمیم گیر تو دانشگاه بودم خیلی بیشتر میتونستم کمکتون، نمیگم میتونستم کمک کنم، میگم که خیلی شاید بیشتر ازتون حمایت میکردم. اوکی. عرض به خدمت شما دوستان، دیگه این نکات خواهش بکنم که درک میکنم، یعنی وظیفه بود که درک کنم و دیگه نکات تنظیم بذاریم که را خیلی دوستان را چند تا تیکه بامزه داختن، جالب بود، ولی خیلی نمیتونم بگم چون بعضا ممکنه که تیکایی که میندازن به بعضی از دوستان بر بخوره، به خاطر این یعنی ریسکی بود این تیکه رو انداختن، ممکن بود به منم بر بخوره، ولی چیزه، حالا من فعلا زیر سیبیلی رد میکنم یه وقتا چون خنده دار بود صحبت هایی که کردن. بریم ادامه درس برسیم. عرض به خدمت شما که خب بریم من بیاید انتگرال ای به توان ایکس رادیکال یکی به علاوه ای به توان ایکس هم حساب کنیم ببینیم که چه شکلی میشه. خب ببینید بچه ها، باز الان اینجا من ترکیب تابع رادیکال و یکی به علاوه ای به توان ایکس رو دارم که یه چیز بد دستیه و خب من سعی میکنم که خب من اگه رادیکال یو رو میخواستم انتگرال بگیرم بلد بودم چجوری انتگرال بگیرم. من این کاری که میکنم اینه که خب اینو میکنمش یو، اسمش یه که علاوه ایکس و ای به توان ایکس رو میذارم یو و من دی یو به دی ایکس میشه ای به توان ایکس، یا معادلن در حقیقت دی یو میشه ای به توان ایکس دی ایکس. خب بنابراین اگه من ای به توان ایکس رادیکال یک به علاوه ای به توان ایکس دی ایکس رو خواهم انتگرال کنم میشه رادیکال یک به علاوه ای به توان ایکس ای به توان ایکس دی ایکس، ای به توان ایکس دی ایکس که خود دی یو دقیقا. خب رادیکال یک به علاوه ای به توان ایکس هم خب یک به علاوه ایکس رو که من میسم یو، برمی میشه انتگرال رادیکال یو دی یو که میشه دو سوم در حقیقت این انتگرال یو به توان یه دوم دیگه.
خب من میتونم یو به توان سه دوم مشتقش میشه یو به توان یه دوم ضرب در سه دوم و من یه دو سوم هم میزنم که از اون سه دوم از شر سه دومش خارج میشه، میشه دو سوم یو به توان سه دوم به علاوه سی یا معادلن دو سوم یکی علاوه یو به توان ایکس به توان سه دوم به علاوه سی. یکی از دوستان پیشنهاد کرد که خب چرا خود رادیکال یک به علاوه یو به توان ایکس رو نگرفتی چیز نگرفتی یو؟ بیایم ببینیم خودشو بگیریم یو چه اتفاقی میفته. خب اگه من یو رو بگیرم خود رادیکالیه که به علاوه ای به توان ایکس، نتیجه این میشه که دی یو به دی ایکس. خب الان این یه تابع ترکیبه، برای من مشتقش میشه منفی یک تقسیم بر دو تا رادیکالیه که به علاوه ای به توان ایکس، خب ضرب در مشتق یک به علاوه ای به توان ایکس نسبت به ایکس که میشه خود ای به توان ایکس. اوکی، و بنابراین انتگرال ای به توان ایکس رادیکال یک به علاوه ای به توان ایکس، منفیشو نمیدونم چون منفی گذاشتم علیکی، ممنون از دوستانی که تذکر دادم. اگه من بخوام انتگرال ای به توان ایکس رادیکال یک به علاوه ایکس ای به توان ایکس دی ایکس رو حساب کنم، خب در حقیقت این میشه مساوی میشه با خب رادیکال یک به علاوه ای به توان ایکس که میشه خود یو، بنابراین این مساوی میشه با انتگرال یو ای به توان ایکس یو دی ایکس هم به جاش بذارم در حقیقت اینم بذارم بنویسم دی ایکس چی میشه؟ بنابراین دی ایکس میشه دو تا رادیکال یک به علاوه ای به توان ایکس تقسیم بر ای به توان ایکس دی یو. بنابراین به جای دی ایکس هم میذارم میشه دو تا رادیکال یک به علاوه ای به توان ایکس تقسیم بر ای به توان ایکس دی یو. خب حالا ای به توان ایکس ها که با هم ساده میشه، این میشه انتگرال یو ضرب در دو خب ببینید من چیزی که برام موند اینجا یه رادیکال یک به علاوه ای به توان ایکس دی یو جا موند دیگه. خب من دیگه از این به بعد با ایکس ندارم، برای من اینو باید به زبون یو ترجمه کنم. خب این که به زبون یو که خیلی ترجمهش خوبه، خود یوه، و همه این میشه یو زب در دو یو دی یو، و همه این میشه انتگرال دو یو دو دی یو که مساویه با در حقیقت دو سوم یو سه به علاوه یه ثابتی. من دو سوم یو سه رو بگیرم مشتقش میشه دو یو دو. اوکی، خب دو سوم یو سه به علاوه یه ثابتی، حالا به جای یو میذارم مقدار خود رادیکال یک به علاوه ای تایس، پس من میشه دو سوم یک به علاوه ای به توان ایکس به توان یه دوم ضرب در سه که میشه سه دوم به علاوه سی. برای من اینم دوباره عیناً همون نتیجه رو میده. خب در حقیقت همینطور که مثلا الان اینجا دیدید یا اینجا دیدین، من این که تغییر متغیرم و چجوری میدم ممکنه با روش‌های مختلف شما به یه جواب برسید. چه مثلا این که من اینجا یک به علاوه توان ایکس رو گرفتم یو، چه اینجا که رادیکال یک به علاوه توان ایکس رو گرفتم یو، جفتش به یه جواب رسید. فقط نکتهش اینه که بشه به جواب رسوند. خب ولی دقت کنید که ممکنه که بعضی موقع به جواب برسون که جواب نرسه. حالا اینجا خوش شانس بودیم جفتشون هم به جواب رسید و راحت شد، ولی یه موقعی ممکنه که رابطه ای که بعد از تغییر متغیر به دست میاریم پیچیده تر از قبل هم حتی بشه و دیگه نتونیم حساب بکنیم. در حقیقت اگر من به جواب برسم از هر راهی برید جوابش باید یه چیز بشه، به 6 تا جواب نمیتونیم برسیم. خب من هر کاری بکنم باید به یک جواب برسم، ولی در حقیقت این که چجوری این کار میکنم این ممکنه که چیز بشه، روش های مختلفی داشته باشه. خب بریم یه مثال دیگه بزنیم. ببینید بیاین انتگرال
یک تقسیم 2x دو به علاوه 2x به علاوه 1 dx رو حساب کنیم. قبل از اینکه من شروع کنم که اینو بررسی کردن، این لزوما خیلی نمیخوام به تغییر متغیرم ربطش بدم، که چه ایزر ربط داره. ببینید بچه ها، کلن یادتون باشه من مشتق تانجانت وارون میشد یک تقسیم x دو به علاوه 1. اینو من جلسه قبلم ازش استفاده کردم اگر یادتون باشه. ببخشید کجا بود مشتق تانجانت وارون است؟ دیگه مثال 5 تقسیم x دو به علاوه 1 بذارید پیداش کنم. اینجا بود. خب یعنی من تانجانت وارون مشتقش میدونم هست یک تقسیم بر یک به علاوه x دو. خب این چیزی بود که توی جلسه قبل حساب کردیم و ازش استفاده کردیم. برگردیم سراغ این مثالی که الان میخواستم بگم. ببینید این الان که نگاه میکنم هیچ ربطی به تانجانت وارون نداره دیگه، این مشتقش هست یک تقسیم بر 2x دو علاوه 2x به علاوه 1. اون تا یه چیز مشترک داره با رادیکال x. در یک تقسیم x دو علاوه 1 باشه. مخرج رو که نگاه کنی، مخرج که 2x دو علاوه 2x به علاوه 1 یه رابطه یه درجه دوی هموار مثبته. خب ببینید، بذارید من یه دونه اسلاید این وسط اضافه کنم که بهتون بگم که چرا دارم این کارو میکنم. ببینید 2x2 به علاوه 2x به علاوه 1، من اگه بخوام ریشه هاشو حساب کنم، ریشه ها یعنی بخشید اینجوری بذارید بگم، دلتای این معادله درجه دومون چی میشه؟ میشه b2 که میشه 2 به توان 2 منهای 4 ضرب در 2 که میشه منهای 4 منفیه. خب بنابراین در حقیقت من با یک رابطه درجه دوی سر و کار دارم که تغییر علامت نمیده، چون هیچ ریشه ای نداره دیگه، یا همواره مثبت یا همواره منفی بسته به علامت جمله پیش رو که اینجا چون مثبته یعنی همواره مثبت. خب در حقیقت توابع یعنی چند جمله ای های درجه دوی هموار مثبت شبیه x دو به علاوه 1 هستن. کیلویی برای انتگرال گیری. این جمله کیلوییه که من برای انتگرال گیری دارم بهتون میگم. در حقیقت این قضیه وضعیه نیستش، منتها دارم میگم در ماهیت یک چند جمله درجه دویی که تغییر علامت نمیده، یعنی همواره مثبت شبیه x دو علاوه یک، همواره منفی هم شبیه منفی x دو منهای یک. خب به چه معنا؟ در حقیقت اینا جفتشون یک سهمیه که هیچ وقت محور ایکس رو قبول رد چی میگن قطع نمیکنن. مثبت ها مثل سهمی رو به بالا، منفی ها مثل سهمی رو به پایین. این یعنی چی؟ در حقیقت من اگه خوب عمل کنم این چند جمله یه رو میتونم توی مخرج شبیه ایکس دو به علاوه یکش بکنم. این که چجوری این کار انجام میدم بریم ببینیم. در حقیقت به من 2x2 علاوه 1 به 2x به علاوه 1 و وقتی من یه چند جمله یه درجه دوی همواره مثبت دارم، همواره میتونم جمع دو تا مربع کامل بنویسمش. این کار میخوام الان براتون انجام بدم. اول از این دو فاکتور میگیرم که این بشه یه چند جمله ای با جمله پیش روی 1، میشه دو برابر x2 علاوه x به علاوه 1 دوم. خب حالا ببینید من این x2 به علاوه x رو خب میخوام بگیرمش، اینو میخوام بگیرم x به علاوه یه عدد ثابتی به توان 2 به علاوه یه عدد دیگه به توان 2. میخوام اینو به این صورت بنویسم. خب اگه من این کار بتونم بکنم، x به علاوه آلفا به توان 2 مشتقش چی میشه؟
چی؟ بازش کنم بستش چی میشه؟ میشه x2 به علاوه 2 آلفا x به علاوه آلفا 2. خب پس در حقیقت ضریب x باید 2 آلفا باشه و آلفا در میاد نصف ضریب x. بنابراین من اینو می‌نویسم x2 به علاوه 2 ضرب در 1 دوم x. خب آلفای من میشه بنابراین 1 دوم، بنابراین 1 دوم به توان 2 هم اینجا می‌نویسم. اگه دوست دارید اینو من بنویسم 1 دوم به توان 2، هر چی باقی مونده رو می‌نویسم اینجا، میشه باقی مونده میشه 1 4 رو. خب در حقیقت این ستاره که با هم بگیریم به من یک سوال یه دوم به تمام دو میده و به علاوه یه چهار رو. اگه با این روش برید جلو، وقتی که این چند جمله همواره مثبته، این عددی که این ته میمونه هم مثبت میشه هموار، اگه چند جمله این خاصیت داشته باشه که همواره مثبت باشه ها. خب برای من این چیزی که من اینجا داشتم میشه دو برابر x به علاوه یه دوم به تمام دو به علاوه یه چهار رو. خب من دیگه خیلی نزدیک شدم به در حقیقت چیز، به چیزی که از تانژانت میخواستم. حالا اسم x علاوه یه دوم میذارم u. خب در حقیقت یک تقسیم دو x دو علاوه دو x به علاوه یک میشه یک دوم u دو به علاوه یه چار روم. حالا دی u به دی x هم که یکه، به خاطر اینکه عدد ثابته. دقت کن که من اون موقعی که تانژانت وارون و مشتقش رو درس میدادم گفته بودم که مشتق تانژانت وارون، مشتق تانژانت وارون x تقسیم بر a میشه a تقسیم بر x2 به علاوه a2. یادتون بیاد مشتق تانژانت وارون یعنی d به dxش میشد a تقسیم بر x2 به علاوه a2. خب بنابراین این چیزی که من اینجا دارم یک تقسیم 2x2 به علاوه 2x به علاوه 1 که میشه یک تقسیم بر 2u2 به علاوه 4 du. خب الان یو دو ب... اگه یک تقسیم یو دو علاوه یه چهارم بود، اگه من تو صورت یه دوم می داشتم که دارم از قضای روزگار، یعنی در حقیقت اینو میتونم بنویسمش یک دوم تقسیم بر یو دو علاوه یه چهارم، یعنی در حقیقت همون به صورت آ تقسیم بر یو دو علاوه آ دوه. خب که میشه تانژانت وارون یو تقسیم بر آ، یا همون تانژانت وارون یو تقسیم بر یه دوم. اوکی برای من میشه تانژانت وارون 2u یا تانژانت وارون 2x به علاوه 1. خب پس ببینید بچه ها، اگه من رابطم یه چیزی بود، یک تقسیم بر یه عبارت هموار مثبت بود، من با این کلک میتونم به تانژانت وارون تبدیل کنم. اگه هموار منفی هم بود، خب یه منفی پشتش میذارم دوباره به تانژانت وارون تبدیلش میکنم. و اگر که این ریشه داشت، اون وقت یه کار دیگه باید بکنم که حالا راجبش جلوتر صحبت میکنی. خب اوکی، پس اینم از این مثال. و در حقیقت من تا الان صحبت هایی که کردم این بود که چیزه، آن بچه ها میگن اون یه چهارم چی شد؟ کدوم یه چهارم چی شد؟ به این مشتق تانژانت وارونه یو تقسیم بر یه دوم میشه یک دوم تقسیم بر یو دو به علاوه یه دوم به توان دو، یعنی همون یه چار رو. دقیقا این چیزی که من اینجا دارم دقیقا تانژانت وارون، مشتق تانژانت وارون یو تقسیم بر یه دومه. اوکی آها، بچه ها میگن یه به علاوه سی هم جا موند. درسته، حالا نزداریدش هم کشته نمیشید ولی بذارید بهتر. برای منم میذارم. خب بریم یه مثال دیگر راجبش صحبت کنیم. در حقیقت قبل از که بریم مثال، بریم راجع به انتگرال معین ببینیم چه شکلی میشه. ببین من تا الان تو تغییر متغیرهایی که دادم انتگرال نامعین میگرفتم، منتها تو انتگرال نامعین من آخر سرم همه چیو به زبان x ترجمه میکردم و اینجا مینوشتم. توی انتگرال معین گرفتن با همین روش، خب پس من انتگرال معینم میتونم بگیرم دیگه. در حقیقت اگه این انتگرال آ تا ب بود، اینجا من یه آ تا ب میذاشتم و محاسباتم انجام میدادم دیگه، خیلی ساده و راحت میتونستم کارم انجام بدم. منتها وقتی من با انتگرال معین سر و کار دارم، این ترجمه از یو به ایکس آخر رو لزومی نداره که انجام بدم. چجوری؟
ببینید فرض کنید که من یه تابع جی داشته باشم که اما از آی بار مشتق پذیر باشه و افی که روی بورد جی پیوسته باشه، فقط پیوسته بودنش رو فرض کردم، و من بخوام انتگرال آ تابع اف جی ایکس ضرب در جی پرایم ایکس دی ایکس رو حساب کنم. در حقیقت اگه من بخوام تغییر متغیر چیز بدم، اگه من جی ایکس رو اسمش رو بذارم یو، این که میشه اف یو، جی پرایم ایکس دی ایکس هم که میشه دی یو، دی یو به دی ایکس میشه جی پرایم ایکس دی، که برمین جی پرایم ایکس دی ایکس میشه دی یو. منتها من کرانهای انتگرال من باید به طور مناسب عوض کنم دیگه. الان من با یو سر و کار دارم، وقتی که ایکس از آ تا ب میرفت، جی ایکس از جی آ تا جی ب میره، برای من یو که هست همون جی ایکس از جی آ تا جی ب میره. خب در حقیقت اثبات این چیزی هم که نوشتم خیلی سسوت و راحته. در حقیقت فرض کنید که اف یک تابع اولیه، اف بزرگی تابع اولیه برای اف باشه، در حقیقت این چیزی که من دارم ازش انتگرال میگیرم هیچی نیست جز مشتق اف بزرگ او جی دی ایکس. خب مشتق تابع من انتگرالشو بله، در انتگرال ماینس چی میشه؟ میشه که اف او جی از آ تا بی، یا معادله میشه اف از جی آ تا جی بی. دقت کنید اف او جی از آ تا بی میشه اف او جی بی منهای اف او جی آ، یا معادل اف جی بی منهای اف جی آ. پس این و این با هم برابرن. خب اف جی بی منهای جی آ که همون انتگرال جی آ تا جی بی اف یو دی یو، یا اگه دوست دارید حتی مثلا برای که یواش یواش اینو بهش عادت بکنید، من این اصلا ممکن دوباره هم بنویسم اف ایکس دی ایکس، مهم نیستش دیگه، اون که یه اسمه دیگه، فقط داره میگه نسبت به کدوم متغیر من دارم انتگرال میگیرم. برای من این چه این اف یو دی یو نیستم، چه اف ایکس دی ایکس، این دوتا با هم فرقی نداره. خب پس در حقیقت این چیزی که میخواستم ثابت شدش، اف بالایو پریم نذاشتم. اوکی بریم ادامه بدیم، یه مثال دیگه برای انتگرال معین استفاده کنیم. فرض کنیم من میخوام انتگرال کوسینوس رادیکال ایکس علاوه یک تقسیم رادیکال ایکس علاوه دی ایکس رو حساب کنم. خب باز دوباره ترکیب کوسینوس و یه تابع رادیکالی دارم که از قضا خود این رادیکالی هم تو مخرجم ظاهر شده. برای من امیدوارم که اوضاع خوب پیش بره. برای من یو رو میذارم رادیکال ایکس علاوه یک، برای من دی یو به دی ایکس میشه یک تقسیم بر دو رادیکال ایکس علاوه یک، و یو اس دقت کنید اینا رو باید توی دو سر حساب کنم، و این یو اس اف میشه یک، یو هشت هم میشه سه، در حقیقت رادیکال هشت علاوه یک میشه سه دیگه. در من این چیزی که من میخوام حساب کنم که من یه دو تو صورت و مخرجش ضرب میکنم که میشه دو تا کوسینوس رادیکال ایکس برای تقسیم ضرب در یک تقسیم دو رادیکال ایکس علاوه یک دی ایکس. خب کل این چیزی که اینجا دارم میشه دی یو، این رادیکال ایکس علاوه یکم که خود یو برابر میشه انتگرال 0 تا 3، دقت کنید 0 و 8 اونجا شد 0 و 3. خب یو اس اف 1 بود، چرا من 0 نوشتم؟ درسته دیگه. اوکی خب این میشه انتگرال یک تا سه دوتا کوسینوس یو دی یو، که خب انتگرال کوسینوس هم میشه سینوس، میشه دوتا سینوس یو دی یو از یک تا سه، که میشه دوتا سینوس سه منهای دوتا سینوس یک. اوکی امیدوارم که من سوتی نداده باشم، اشتباهی نوشتم اینجا. بسید من یه لحظه کتابو نگاه بکنم ببینم چیزی که اینجا نوشتم ایرادی نداشته باشه. نه درست. خب اوکی پس اینو من میتونم اینطوری حلش بکنم. عرض به خدمت شما که دقت کنید فقط بچه ها، توی این تغییر متغیر باید متغیری که تعریف میکنید روی دام بازه تعریف شده باشه، این تابع جی که تعریف میکنید، یعنی رو کل این بازه جیتون، یعنی رو کل 0 تا 8 این یویی که تعریف میکنید باید تعریف شده باشه که اینجا هستش، و بعدش هم اون تابع جدیده باز دوباره باید
رو کل برد من مشتخص بشن، کوسینوس ترکیبش با یو، کوسینوس یو، کوسینوس که خب همه جا تعریف شده، چالشی من ندارم. خب بریم یه ذره به صحبت دیگه بکنیم. ببینید این در حقیقت ما یکی از ابتدایی ترین کاربردهای انتگرال محاسبه مساحت زیر نمودار بود. خب نکته ای که وجود داره، قبل از اینو بگم، یکی از دوستان یه سوالی کرده، گفته اگه که این اف روی ترکیب تعریف نشده بود چجوری؟ اون وقت باید بازر بشکنید به چند تا قسمت که همه جا خوب درست تعریف شده باشه. حالا توی مثال احتمالا میبینید خیلی سخت. الان من یه مثال از بازشی کستن راجبش صحبت میکنم، ببینیم چه شکلی میشه. ببینید بچه ها، ما یکی از اولین کاربردهایی که واسه انتگرال، اصلا تعریف انتگرال برای چی کردیم؟ میخواستیم مساحت حساب کنیم، مساحت زیر نمودار. خیلی وقتا ما به طرز طبیعی مساحت بین دوتا نمودار رو میخواییم، نه مثلا مساحتی که بالای نمودار جی و پایین نمودار اف. خب تو چه شرایطی من کاری که میتونم بکنم خیلی ساده است، در حقیقت این مساحت رو من میتونم به عنوان مساحت زیر نمودار اف ببینم، یعنی انتگرال آتابه اف ایکس دی ایکس منهای مساحت زیر نمودار جی، یعنی انتگرال آتابه جی ایکس دی ایکس، یا معادلن انتگرال آتابه اف منهای جی دی ایکس. دقت کنید که اگر دقیقا از ما مساحت رو خواسته باشن، نه اینو خواسته باشن، اگه اینو بخوان که خب اینو حساب میکنیم، ولی مثلا اگه دقیقا از ما مساحت بین دو نمودار رو خواسته باشن و من یه جایی مثلا نقطه تقاطع داشته باشم، مثلا این، مثلا اگه به من گفته باشن این مساحت بین دو نمودار اف و جی رو حساب کن، خب دقیقا مساحتش رو گفتن حساب کن، دقت کنید که این قسمت اول خب میشه مساحت زیر اف و بالای جی، برمین از آ تا سی که نقطه تقاطعی میشه انتگرال اف منهای جی ایکس دی ایکس. این قسمت دوم میشه مساحت پایین جی و بالای اف، برمین میشه انتگرال سی تا بی جی منهای اف ایکس دی ایکس. اوکی، پس در حقیقت این دوتا تو این دامنه ها با هم متفاوت میشن و باید من به این حواسم باشه، در حقیقت جاهایی که F و G همدیگر رو قطع میکنن من باید حواسم باشه که این تغییر علامت برای من مشکل خاصی ایجاد نکنه. و خب بریم یه مثال بزنیم ببینیم که این مثالی که میخوایم بزنیم از این چجوری استفاده کنیم. فرض کنیم به من گفتن که مساحت ناحیه بین نمودارای سینوس و کوسینوس تو بازه 0 تا 2 پیو پیدا کن. خب ببینید من میتونم اگه خیلی ذهن تحلیلی راحتی دارید برید خب از اول یهو بنویسید که چی میشه، ولی به کسایی مثل من که آدمای یه ذره غیر حرفه‌ای تر یعنی یه ذره نیاز دارن چیزایی بکشم، من ترجیح میدم نمودار بکشم که رفتار رو بهتر بفهمم. خب نمودار کشیدن این مثال محاسبه رو خواسته و وقتی که محاسبه رو خواسته جواب آخر به دست بیارید اوکیه، ولی من ترجیح میدم نمودار بکشم که بهتر متوجه بشم. خب ببینید در حقیقت من نمودار سینوس رو که بگیرم یه همچین شکلیه، از صفر شروع میشه تا پی دوم به یک میرسه، تو دو پی به صفر دوباره برمیگرده، تو منفی پی دو تو سه پی دوم به منفی یک میرسه، تو دو پی دوباره به صفر میرسه. حالا ادامهش هم کشیدم. کوسینوس یه به قول معروف اختلاف فازی داره، یه پی دوم نمودارش انگار جلوتره، در حقیقت تو پی دوم یک، تو صفر یک، تو پی دوم به صفر میرسه، بعد توی پی به منفی یک، دوباره تو سه پی دوم به صفر میرسه و تو دو پی دوباره میشه یک. خب ببینید من میخوام اول از همه باید نقاط تقاطع رو پیدا کنم. نقاط تقاطع یعنی جاهایی که این دوتا نمودار با هم مقدارشون برابر میشه و من سینوس ایکس باید مساوی کوسینوس ایکس باشه. خب برای اینکه ببینم کجا این اتفاق میفته، میام از اتحاد مثلثاتی معروفی که دارم استفاده میکنم که جمع سینوس 2 و کوسینوس 2 یکه، به جای کوسینوس 2 میذارم سینوس 2، این معادل با اینکه 2 سینوس 2 بشه 1 و در حقیقت جوابای این وقتیه که سینوس و کوسینوس با هم برابر باشن و توان دوشون بشه 1 دوم یا بشن مثبت منفی رادیکال 2 دوم. خب جایی که این دوتا با هم برابر هم مثبت منفی رادیکال یا مثبت رادیکال دو دوم یا منفی رادیکال دو دوم تو بازه صفر و دو پی، پای چارم و پنج پای چارم هم. خب در حقیقت اینو میتونیم بگیم اینجا جفتشون رادیکال دو دوم هم، اینجا هم جفتشون منفی رادیکال دو دوم هم.
در حقیقت یه جای دیگه هم هست، مثلا اینجا که سینوس رادیکال دو دومه، کوسینوس منفی رادیکال دو دومه. خب ولی اینجور جاها خیلی به درد من نمیخواد، چون سینوس و کوسینوس باید با هم برابر باشن. خب پس جوابا رو در حقیقت به این صورت میتونیم پیدا کنیم، و بنابراین مساحتی که من میخوام، پس تا قبل از رادیکال دو دوم، در حقیقت تا قبل از بخشش پای چهارم کوسینوس بالاتر از سینوسه، از پای چهارم تا پنج پای چهارم سینوس بالاتر از کوسینوسه، دوباره بعد از پنج پای چهارم تا دو پایم کوسینوس بالای سینوس میشه. خب بنابراین من بعد از اینکه نقاط تقاطع رو پیدا کردم، چون اینا تابع پیوستن، اتفاقی که میفته اینه که خب تو قبل از این یکی بالاست، بعد از این یکی دیگه بالاست، و بعدش یعنی هر باری که این دو تا هم دیگه تقاطع پیدا میکنن، ممکنه که در حقیقت من تغییر علامت داشته باشم. خب پس من از صفر تا پای چهارم میدونم کوسینوس بزرگتر از سینوسه، بنابراین در حقیقت من باید انتگرال صفر تا پای چهارم کوسینوس ایکس منهای سینوس ایکس رو حساب کنم، این میشه ناحیه اول من. از پای چهارم تا پنج پای چهارم سینوس بزرگتر از کوسینوسه، بنابراین میشه انتگرال پای چهارم تا پنج پای چهارم سینوس منهای کوسینوس دی ایکس. و نهایتاً از پنج پای چهارم دوباره تا دو پای کوسینوس بزرگتر از سینوس، برای میشه پنج پای چهارم تا دو پای کوسینوس منهای سینوس دی ایکس. اوکی بچه ها، یه ذره تصویر دیلی داره ولی حرفم رو دنبال کنید، کار به کار چیزی که نقاشی میکنم نداشته باشید، حرفم خیلی ساده میتونید دنبال کنید، اگر جلوتر درست نشد اون وقت یه کاری میکنید. پس تو صفر تا پای چهارم کوسینوس بزرگتر از سینوس، این رابطه اول بر مساحت اسم به من میده. از پای چهارم تا پنج پای چهارم سینوس بزرگتره، این رابطه دوم به من میده. و از پنج پای چهارم دو پای کوسینوس بزرگتر از سینوسه، که این رابطه سوم به من میده. اوکی خب حالا کوسینوس ایکس منهای سینوس ایکس که من تا به اولیش رو میشناسم، خود سینوس به علاوه کوسینوسه، پس انتگرال رابطه اولیه میشه سینوس به علاوه کوسینوس از صفر تا پای چهار رو. خب رابطه دومیه، خب که سینوس منهای کوسینوسه، انتگرالش میشه منفی کوسینوس به علاوه سینوس، برمی میشه منفی کوسینوس به علاوه سینوس از پای چهار رو تا پنج پای چهار رو. و نهایتا دوباره رابطه آخری سینوس به علاوه کوسینوس، انتگرالش از پنج پای چهارم تا دو پای، که خب اینا رو مقدارش رو حساب کنیم به چهار رادیکال دو میرسیم که جواب ما میشه چهار رادیکال دو. اوکی پس اینم در حقیقت یه مثال از این که من مساحت بین نمودارا رو چجوری میتونم حساب کنم. دقت کنید که همیشه اینجوری نیستش که من مساحت بین نمودارا رو بتونم انقدر ترتمیز حساب کنم. قبل از که برم جلوتر یه چیز بگم، یکی از بچه‌ها گفته اگه راحت قابل رسم نبود چه جوری؟ ببینید دقت کنید که من این نمودار برای اینکه دید داشته باشم حساب کردم، و اینا با عدد گذاری هم میتونستم اینو حساب کنم، و دقت کنید میتونستم اینو به صورت دستی تقریبی رسمش بکنم دیگه. اوکی بریم یه مثال دیگه بزنم. فرض کنید که یه کسی به من گفته که خب این مثال دیگه واقعا دیگه تأخیر داره خودشو نشون میده. فرض کنید به من گفتن مساحت محصور به سهمی x مساوی y دومنهای 12 و خط y مساوی x رو به دست بیارید. در واقع مساحتی که از من خواسته شده به دست بیاد این شکل سمت چپ رو که نگاه بکنید، در حقیقت این آبیه سهمی x مساوی y دومنهای 12 و این خط قرمز هم خط y مساوی x. من چون اسکیل دو طرفم برابر نیست یه ذره به نظر میسه این خط y مساوی کجه. خب ولی در حقیقت قرمز خط y مساوی x تو عکس سمت چپ، و این سهمی خوابیدم سهمی x مساوی y دومنهای 12. خب ببینید من اگه اینو بخوام نگاه کنم، این دیگه به ترتمیزی به یک ناحیه بین دوتا نمودار تبدیل نمیشه. یه کاری که میتونم بکنم اینه که بیام توی محل تقاطع پایینی خط قرمز و سهمیم یه خط عمودی بکشم،
سمت راست این خط عمودی قرمزی که من کشیدم ناحیه بین یه خط و یه سهمیه، سمت چپی که کشیدم ناحیه بین در حقیقت دو تا تابع رادیکالیه، بالا یه مثبت رادیکال، پایین منفی رادیکال، و اینجوری حساب کنم. پس در حقیقت اینو بشکنم به یه ناحیه اینجا بین خط و سهمی، و اینجام یه ناحیه مثلا زیر، حالا وای بر حسب ایکس به دست بیاریم، در حقیقت رادیکال وای دو به علاوه رادیکال ایکس به علاوه 12 و منفی رادیکال ایکس به علاوه 12. در حقیقت اینو میتونم اینجوری نگاه کنم، ناحیه بین رادیکال ایکس به علاوه 12 و منهای رادیکال ایکس به علاوه 12، و اینو به این دو سه تا انتگرال بشکنم. مونتا کار افیشنت تر و بهتری که میتونم انجام بدم اینه که بیایید وای به عنوان یه تا x رو به عنوان یه تابعی از y نگاه کنید. اگه من x رو به عنوان یه تابعی از y نگاه کنم، عین این میمونه که این نموداری که دارم رو بچرخونم، خب اینو من اینو چرخوندمش و x رو به عنوان یه تابعی از y نگاه کردم. در حقیقت وقتی که اینجور نگاه میکنم دیگه من میخوام مساحت زیر خط x مساوی y رو نگاه کنم و بالای خط x مساوی بالای سهمی x مساوی y دو منهای 12. اوکی، در حقیقت این ناحیه که من می‌خواستم نگاه کنم الان میشه مساحت زیر خط x مساوی y و بالای سهمی x مساوی y دو منهای 12. خب این خیلی ساده است دیگه. اول من این دو تا نقاط تقاطع رو به دست میارم، برای اینکه به دست بیارم از این دو تا رابطه رو با هم برابر میذارم و در میاد که y باید مساوی y دو منهای 12 باشه، یا معادلاً y منهای 4 در y علاوه 3 باید مساوی 0 باشه. دقیقا این نقطه سمت چپیه میشه منفی 3، این نقطه راستیه میشه مثبت 4. خب این نقاط تقاطعی میشه و بنابراین در حقیقت من میخوام مساحت، بذارین این اثرم بنویسم همه جا، دقت کنید که این دقیقا یه قرینه کردن نیست، این یه قرینه کردن و 90 درجه چرخوندنه، ولی در حقیقت بس خود x و y بنویسید خیلی واضحه که باید چی کار کنید. خب پس من در حقیقت میخوام که این ناحیه زیر این خط x مساوی y و بالای x مساوی y دو منهای 12 رو حساب کنم. برای این مساحتش میشه انتگرال منهای 3 تا 4 y منهای y دو منهای 12 دی y. اوکی، و در حقیقت این خب بلدم دیگه، این که یه چند جمله ساده است دیگه. انتگرال اولیه میشه y دو دوم، انتگرال منهای y دو میشه y سه منهای y سه سوم، و انتگرال مثبت 12 که میشه 12 y. این از منهای 3 تا 4 بعد حساب کنم که میشه 343 ششم. اوکی، دقت کنید که این کاری که چرخوندن تصویری، من فقط برای اینکه بفهمید من چی کار کردم تصویری که انجامش دادم، و اینا شما میتونستید یه ضرب اینو بگید که آقا من اینوری نگاه میکنم، یعنی این که محور داشت، این که محور وای همه، این که محور ایکس همه، ایکس و یه تابع از وای میبینم و در حقیقت این رابطه رو یه ضرب مینوشتید، هیچ ایرادی نداشتش. منتها من میخواستم ذهنیت رو بهتون بدم، چون ما عادت داریم به عنوان مسائل زیر نمودار نگاه کنیم نه چپ نمودار راست نمودار، در حقیقت میخواستم که بهتون بگم که دقیقا چی کار میخوایم بکنیم. و دقت کنید که مساحت همیشه چیز مثبته، همونطور که تو جلسه قبل هم سوال کردم، انتگرال یه چیزیه که هم مثبت هم منفی میتونه باشه، ولی اگه دقیقا خود مساحت رو بخوایم به دست بیاریم، در حقیقت من نیاز دارم که همواره به یه چیز دقیقا مثبت تبدیلش کنم. خب اینم از این. من برم در حقیقت وارد یه بحث دیگه بشم، بذارید من اینو طرح موضوعشو میکنم و یکی دوتا مثال ساده حل میکنم، ولی توی جلسه بعد باز دوباره اولش یه مرور کوتاهی به این میکنم، بذارید میخوام در حد طرح موضوع بهش بگم، صحبت راجع صحبت کنم. اگر بشه دوستی که سوال دارم باشه سوالش دیگه آخر کلاس جواب بدم ممنون میشم. عرض به خدمت چون که ببینید بچه ها، خب ما میدونیم که مشتق FG خب میشه مشتق F پریم ضرب در G، بله F ضرب در مشتق G. اوکی، پس من اگر از FG مشتق بگیرم میشه مشتق F ضرب در G، بله F ضرب در مشتق G. نتیجه این که اگه من یه زمانی بخوام انتگرال یه تابعی مثل F ضرب در G پرایم رو حساب کنم،
اینو میتونم اینجوری بنویسم، این در حقیقت میشه fg در نقط در x خب منهای انتگرال f پرایم ضرب در g. خب یکی ممکنه بگه آقا این که همچین خیلی ساده تر نشد، fg پرایم رو تبدیل کرد به f پرایم g. این خیلی وقتا به درد این میخوره که من رابطه‌ای که دارم به صورت ضرب دو تا چیز باشه که از یکیشون که مشتق میگیری یواش یواش یا از بین بره یا یه فرم تکراری به دست بیادش. اوکی، در حقیقت بذارید من یه مثال حل کنم. بیاین فرض کنید که من میخوام انتگرال x e به توان x dx رو حساب کنم. یکی من گفته آقا بیا انتگرال x e به توان x dx رو حساب کن. برای اینکه این کارو بکنم، ببینید من میخوام یک کدوم از این دوتا رو بگیرم مشتق یه تابعی، یک کدومشون رو بگیرم خود اون تابع. حالا سوال این که کدومو مشتق بگیرم کدومو خود تابع بگیرم. ببینید من اینجا ترجیحی که میدم اینه که اینو بگیرم F، اینو بگیرم G پرایم. چرا این کارو میکنم؟ چون وقتی که من یه بار از F مشتق میگیرم این دیگه ناپدید میشه و از شرش خلاص میشم. در حقیقت به این چشم نگاه کنیم این چی میشه؟ این میشه انتگراله، یعنی این طبق رابطه‌ای که اینجا داشتیم انتگرالش میشه f ضرب در g. خب من تابعی که مشتقش e به توان x رو میشناسم که خود e به توان x. اوکی، بنابراین این باید بشه fg x، یعنی خود x e به توان x منهای f پرایم ضرب در g. f پرایم میشه 1 ضرب در g e به توان x dx. اوکی، و خب خیلی اوضاع خوب شد دیگه. بنابراین این میشه x e به توان x، انتگرال e به توان x هم که خود e به توان x به علاوه یه ثابتی. دقت کنید که من این ثابت رو همیشه تو مرحله آخر میذارم، لازم نیست هی مرحله مرحله بزنم. آخر سر من میدونم در حد جمع با ثابت تو انتگرال هیچ تأثیر نداره دیگه، برای من این سی رو وایسادم این آخر آخر گذاشتم. پس در حقیقت من به کمک همچین کلکی تونستم از شر این x خلاص بشم و به یه رابطه‌ای برسم که محاسبش ساده. منتها ممکنه من همیشه هم از شر چیز خلاص بشم. در حقیقت من خیلی وقتا یکی از جاهای متداولی که از جز به جز استفاده میکنم زمانی که یه چند جمله‌ای ضرب در یه چیزی شده که از اون راحت بلدم انتگرال بگیرم و اینجوری هی چون چند جمله‌ای بعد چند بار مشتق گرفتم مشتقش میشه صفر، در حقیقت اونو میگیرم f، اون یکی چیزه که بلدم راحت انتگرالش رو حساب کنم بهش میگم g پرایم. بعد وقتی که میرم سمت راست به یه چند جمله یه درجه کمتر میرسم، با چند بار تکرار میتونم در حقیقت از شر چند جمله یه خلاص شم. بذارید یه مثال دیگه بزنم از اینکه یعنی چه جوری من میتونم از شر چند جمله خلاص شم. بیاید انتگرال x2 به توان x dx رو حساب کنیم. باز کاری که میکنم همینه، اینو میگیرم f، اینو میگیرم g پرایم. خب بذارید این دفعه به خاطر اینکه خیلی چیزم نشه اینو اسم این یکی تابر بذارید مثلا کوسینوس x dx که یه ذره تنوع هم بشه، اینو میگیرم g پرایم. خب در حقیقت اتفاقی که میفته اینه که باز دوباره که اینو بگیرم این انتگرالش، خوبیش اینه که کوسینوس رو باز بلدم انتگرالش رو بگیرم دیگه، این مساوی میشه با f ضرب در g. f ضرب در g که هست x2 سینوس x، تابعی که مشتقش میشه کوسینوس سینوس دیگه، پس میشه x2 سینوس x منهای مشتق x2 که میشه 2x ضرب در خود g که بود سینوس x. اوکی، ولی هنوز این خیلی چیز ترتمیزی نشد. برای اینکه من انتگرال 2x سینوس x هم بخوام حساب کنم، نمیز جمع و جورتر بنویسم که تو همون خط بعدن بتونم محاسبات انجام بدم. خب البته انتگرال 2x سینوس x هم حساب کنم. باز دوباره کاری که میکنم همینه، اینو دوباره میگیرم f، اینو میگیرم g پرایم. اوکی، خب الان که این کارو بکنم دوباره این انتگرالش میشه
از 2x که خود 2x میشه 2x، تابعی که مشتقش میشه سینوس منفی کوسینوس، پس میشه منفی 2x کوسینوس x، منهای انتگرال از 2x مشتق بگیریم خود 2 میمونه، ضرب در منهای کوسینوس x dx، پس این میشه منهای 2x کوسینوس x به علاوه دو برابر انتگرال کوسینوس x dx که در حقیقت میشه منهای 2x کوسینوس x. بذارید اینو با یه رنگ دیگه بنویسم که اون آخر معلوم باشه قصه از کجا اومده. این مساوی میشه با منفی 2x کوسینوس x به علاوه یه دوتا سینوس x. اوکی، پس الان من رابطه بالایی رو دیگه میتونم جمع و جورش کنم. رابطه بالایی مساوی میشه با x2 سینوس x منهای منفی 2x کوسینوس x به علاوه دوتا سینوس x. یه x هم جا انداختم تو سینوس. اوکی، پس ببینید من با دو بار به قول معروف جز به جز زدن تونستم از این چند جمله از شرش خلاص شدم. در حقیقت دو بار جز به جز زدم و باعث شد که درجه نهایتا صفر بشه و من با یه تابعی که انتگرالش رو راحت بلد بودم حساب کنم سر و کار داشتم. قبل از اینکه این جلسه تموم کنم من یه مثال دیگه هم بزنم. در حقیقت این کاری که کردم کل چیزی که لازم داره اینه که مشتق ضرب رو لازم دارم و مادامی که اف جی اینا تو این دامنه تعریف شده باشن بدون مشکل من میتونم استفاده کنم. 10 بارم لازم شد میتونم جزء به جزء بزنم به قول معروف. من یه مثال دیگه بزنم و درس امروز انشالله تموم کنم. مثال آخری که میخوام بزنم اینه، فرض کنید که به من گفتن انتگرال ای به توان ایکس سینوس ایکس دی ایکس رو حساب. اگر من جاهایی که جز به جز به کار میاد یا زمانایی که من با چیز سر و کار دارم، با چند جمله یا سر و کار دارم، یا زمانایی که با تابعی سر و کار دارم که بعد از یکی دو بار مشتق گیری خب یه پترن تکراری مشاهده میشه. ببین من الان میدونم که ای به توان ایکس مشتقش خودشه، سینوس ایکس مشتقش کوسینوس میشه و مشتق دومش میشه دوره منفی خودش. در حقیقت من اینجا اگر دوست داشتم میتونم هر کدوم از این دوتا رو به عنوان F و یا G پرایم در نظر بگیرم و جلو برم. بیاین با این شروع کنیم. بیاین اینو اول F پرایم بگیرید، اینو G در نظر بگیرید. خب پس FG که میشه خود E به توان X سینوس X، اما این عدد ثابت اینجا رو بذارم که یادم نره، اگر من اینو f پرایم بگیرم اینو g بگیرم، خب تابعی که مشترکش ای به توان x خود ای به توان x، g هم که خودش رو گرفتم سینوس x، منهای خود f که ای به توان x، ضرب در g پرایم که میشه کوسینوس x dx. خب این هنوز خیلی چیز جذابی نشد چون باز دوباره من با یه بدبختی شبیه همون اولیه سر و کار دارم. خب ولی نباید خیلی ناامید بود. در حقیقت اگر من دوباره بیام برای محاسبه انتگرال ای به توان x کوسینوس x dx، کاری که میکنم این باشه که بیام دوباره اینو بگیرم f پرایم، اینو بگیرم g، نتیجه که دست میاد چی میشه؟ دوباره f که میشه خود ای به توان x، تابعی که مشتقش میشه کوسینوس، بخش مشتق خود کوسینوس x، ای به توان x ضرب در کوسینوس x، این که خود gه، منهای انتگرال خود f که e میشه ای به توان x، g پرایم که مشتقش میشه منفی سینوس x dx. پس این رابطه میشه ای به توان x کوسینوس x
به علاوه انتگرال ای به توان x سینوس x dx. خب ببینیم چه اتفاقی افتاد. من با این انتگرال شروع کردم، الان اینو اگه اسمشو بذارم یه ستاره، اسم اینو بذارم دو ستاره، خب در حقیقت یه ستاره و دو ستاره نتیجه میدن که انتگرال ای به توان x سینوس x dx مساوی است با ای به توان x سینوس x منهای ای به توان x کوسینوس x منهای انتگرال ای به توان x سینوس x dx. خب دقت کن که من لازم ندارم اینو ادامه بدم، چون الان اینو بیارم اینور در حقیقت چیزی که میخواستم حساب میشه. در حقیقت این نتیجه میده که انتگرال ای به توان x سینوس x dx میشه یک دومه، چون اینو که بیارم اینور خود اینه دیگه، میشه دو برابر این، بنابراین این رابطه میشه یک دومه ای به توان x سینوس x منهای ای به توان x کوسینوس x به علاوه یه ثابتی. اوکی، و دقت کنید که من اولش اینو گرفتم f پرایم، اینو گرفتم g. خب بذارید من در جواب برای همین مثال بگم که خب این خیلی چیز مقدس نبود که کیو میگیریم f پرایم، کیو میگیریم g. بذارید من اینو یه بار یه جور دیگه هم حل کنم و بعدش دیگه واقعا کلاس رو تموم کنم. در حقیقت من میتونستم f پرایم و g رو برعکس بگیرم. خب در حقیقت اگه من برعکس میگرفتم چی میشد؟ اگه ای به توان x رو میگرفتم f، g پرایم رو میگرفتم سینوس x، خب تابعی که مشتقش میشه سینوس x منفی کوسینوس x، بنابراین میشد منفی ای به توان x کوسینوس x، خب منهای f پرایم که میشه خود ای به توان x، g هم که میشه منفی کوسینوس x dx. خب برای من باید در حقیقت برای اینکه به جواب برسم اینو اسمشو باز دوباره میذارم یه ستاره، برای من باید بیام انتگرال ای به توان x کوسینوس x dx رو حساب کنم. باز دوباره همون کار میکنم، اینو اسمشو میذارم f، اینو اسمشو میذارم g prime. خب این مساوی میشه با f که خودشه ای به توان x، تابعی که مشتقش میشه کوسینوس سینوس x منهای f پرایم که میشه ای به توان x ضرب در سینوس x dx. اینم دو ستاره، برای یه ستاره و دو ستاره نتیجه میده که انتگرال ای به توان x سینوس x dx مساوی منفی ای به توان x کوسینوس x به علاوه ای به توان x سینوس x منهای انتگرال ای به توان x سینوس x dx. و ادامه ماجرا هم همون مثل قبل به دست میاد، یعنی ای به توان انتگرالمون میشه ای به توان x ضرب در سینوس منهای کوسینوس تقسیم بر 2، یعنی این جوابی که اینجا داشتم دوباره عیناً به دست میادش. اوکی، پس من اینجا الان من خوش شانس بودم هر کدوم این دوتا رابطه رو به عنوان مشتق میافتم، اون یکی به عنوان تابع به جواب میرسی، ولی همیشه اینطوری نیست. میگم ما معمولا یکی از پرکاربردترین زمانایی که من از جزء به جزء استفاده میکنم به این میگیم انتگرال گیری جزء به جزء. خب اینه که یکیو حالا یکی یا با تابع معمولا سینوس کوسینوس یا بی توان ایکس اینا سر کار داشته باشیم، یا با چند جمله، یعنی جزء متداول ترین جاهاییه که من میتونم از جزء به جزء استفاده کنم و نتیجه خوبی میده. فکر کنم ان شاء الله علامت ها رو اشتباه ننوشتم.
آخر یه اشتباهی کردم. نه نه فکر کنم درست نوشتم، فکر کنم درست. اوکی خیر انشالله درس امروز فکر کنم دیگه به اندازه کافی بیچارتون کردش. خسته نباشید، من دیگه هستم سوالای دوستان جواب میدم. سپهر منظاهری بفرمایید. سلام استاد، صدا هست؟ سلام سلام بفرمایید. بله ببخشید من دو تا سوال کوتاه دارم. یکی این که این اف و جی پریم که همینجا تعریف کردید، خط دوم، این اف و جی پریم با اون فرق داره دیگه؟ یعنی اون آره 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 نه ببین من در حقیقت الان اومدم این انتگراله رو حساب کنم، چون بلد بودیم اسم یکی رو بذاریم اف، اسم یکی رو بذاریم جی پریم، چیز کنم. و اینه این اف و جی پریم با این اف و جی پریم فرق داره دیگه قطعا. بعد یه سوال دیگه هم همینجا، این وقتی این دو تا مثل اینه که امتدادش یه مسئله دیگه طرح بشه، یعنی انتگرال ایت به توان ایکس منفی کوسینوس ایکس دی ایکس رو مثل دوباره میخوایم حل کنیم مثل از اول، و میتونیم اف و جی رو جابجا کنیم؟ یعنی مشکلی نداره؟ نه 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 ها نکته که یکی از دوستاتون میگه، خب میگه تا الان میخواستی اینو حساب کنی، دفعه اول خب اینو گرفتی اف، اینو جی پریم، این دفعه برعکس کن اینو اف پریم بگیر اینو جی. این اشکالی نداره اگه به حل برسید، ولی اتفاقی که میفته اینی بود که این اصلا خودش از قصه این اف پریم بود این جی به دست اومده. یعنی اگه این کارو بکنید دوباره میرسید به رابطه اولیه و همه چی با هم ساده میشه، میشه صفر، میشه صفر مثلا صفر بهتون میده. اینا دی اگه که اینو ببین، اگر که اینو بذاری اف پرایم، اینو بذاری جی، دقیقاً همین اف و جی پریم اولیت دیگه. معنی دوباره برمیگردی به همین رابطه اول، همه چی با هم ساده میشه، میشه صفر. آها خیلی ممنون. خواهش میکنم. مانی محمودی بفرمایید. سلام استاد، من یه سوال داشتم که الان اگه ما یه انتگرال داشته باشیم که نمیدونیم چی کارش رو بکنیم، مثلا یه قسمتشو، ولی اون طرفش چند جمله، مثلا اون مثال چند سطح پیشتون ایکس دو ضرب در سینوس بود در کوسینوس بود، الان خب اگه ما اینو از اون آخر یه مرحله بیشتر همین کار رو تکرار کنیم، اون دو صفر میشه یا نه؟ اینو دیگه نمیتونیم همچین چیزی رو بگیم. میتونیم، ولی در حقیقت اگه برای همچین چیزی شما جز به جز بزنید دوباره خودشو میده. یعنی اگه دو رو بخواید بگیرید یه تابعی بعد مشتقشو بگیرید، جز به جز که بزنید میبینید دوباره خود این انتگرال میده. چیز خاصی تبدیل نمیشه. اتوماتیک بار بیشتر از این مرحله نمیشه. در حقیقت اتفاقی که میفته اینه که اگه بخوای اینو یه ذره ادامه بدی، خب باید انتگرال کوسینوس رو بدونی که خواهی انتگرالش میدونی چه بری بیست دیگه. گرفتم. خواهش من. کیوان جمالی بفرمی. استاد من در مورد اون قسمت مساحت ها یک سوال داشتم. معلان توی انتگرال ما میگیم مساحت زیر نمودارمون رو بهمون میده. یعنی اگر از نه ببین، من جلسه قبل گفتم که مساحت یک چیزیه که بی علامته، خب، ولی انتگرال رو ما اجازه میدیم که مثبت یا منفی بشه. بله اینو درسته میدونم. خب، یعنی اگه بالای محور، آره دیگه، یعنی اون تیکه‌ای که زیر نمودار بالای محور انتگرال مثبته، اونجایی که زیر نمودار زیر محور بالای نمودار مساحت انتگرال منفیه. ولی مساحت به ماهو و مساحت یه عدد مثبته. در حقیقت اگه من مساحت اینو بخوام، باید انتگرال اف از اینجا تا اینجا منهای انتگرال اف از اینجا تا اینجا رو حساب کنم. خب اون وقت سوال من هم همینه. الان وقتی دو تا تابع ما داریم و اینا رو از هم کم میکنیم که قسمتیشون بالای منور ایکس ها قسمتی پایین، تو اونجور شرط اون اشکال ایجاد نمیکنه اختلاف اینا؟ چون نسبش منفی نسبش مثبت. اصلا یه دلیلی که ما انتگرال اینطوری تعریف کنیم دقیقا اینه که اینجور چیزها رو خیلی خوب و درست در میاره. میتونید بشینی یه ذره مثلا چند تا حالت بکشی، نمیدونم جفتشون مثبت، یکی مثبت یکی منفی، نمیدونم جفتشون منفی، اینا رو چک کن ببین همه اینا درست در میاد. یعنی مساحت بین دو نمودار کافیه که این نقاط تقاطع رو بگی ببین بالایی کیه پایینی کیه، انتگرال اف منهای جی رو نگاه کنی. متشکرم، خیلی ممنون. خواهش میکنم. علی کوزه‌کنانی بفرمایید. سلام استاد. استاد می‌خواستم بدونم با این انتگرال مساحت زیر نمودارا رو به دست میاریم و خب مشتق وقتی می‌گرفتیم می‌دونستیم کاربردش ملموس بود، کاربردش چیه؟ این انتگرال که الان داریم می‌گیریم کاربردش چیه؟ فیزیک نداشتید؟ اینتر نداشتید؟
چیو؟ نمیدونم رشتهتون چیه؟ فیزیک یک نداشته چون این ترم، چون بعضی از بچه‌ها نداشتن. نه استاد ما فیزیکی نداشتیم. خب آره فیزیک یک که دیدید اصلا کامل متوجه میشید کاربردشه. خیلی جا این چیزه. ببین من از مکان نسبت به زمان مشتق بگیرم سرعت رو به دست میارم. بنابراین اگه بله. سرعت انتگرال بگیرم مکان رو به دست میارم. یعنی اگه من به شما بگم آقا تابع سرعت من از مثلا راه افتادم از ساعت یک تا دو رفتم و تابع سرعت من این قیافه یه، من چند کیلومتر راه رفتم، این میشه انتگرال زیر نمودار سرعت. بعد یه مسائلی مثل بهینه‌سازی که تو مشتق بود توی اینجوری انتگرال هم هستش؟ اونجوری نه، یعنی اون کارکردی که مشتق بر بهینه‌سازی داره اینجا نده، ولی خود انتگرال میگم مفهوم خیلی طبیعی و چیزی، یعنی خیلی جاها مساحت زیر نمودار یه یعنی مفهوم مهمیه. بله استاد خیلی ممنون، خواهش میکنم، خسته نباشید. خب دوستان اگه سوال دیگه وجود نداره خستم شفا. من یه چیزی یکی از بچه ها پرسیدن تا کی چیز کلاس تشکیل میشه؟ انشالله تا چهارشنبه هفته بعد، که این چهارشنبه دو هفته بعد که قطعا تشکیل خواهد شد. حالا ببینیم بعدش به کجا میرسه. خسته نباشید.